سرخط خبرها. آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری ایران به دستور وزیر کشور. مشخص شدن برخی چهره های اصلاح طلبان و اصول گرایان برای کاندیداتوری. و سفر سه روزه رئیس جمهور فرانسه به آلمان در میانه اختلافات بین دو کشور. سلام، به این بسته خبری خوش آمدید. احمد وحیدی وزیر کشور روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به استانداران و فرماندهان سراسر کشور دستور شروع انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری را صادر کرد. در متن نامه احمد وحیدی وزیر کشور آمده که ضمن صدور دستور تشکیل ستاد انتخابات استان توسط استانداران، فرمانداران سراسر کشور نیز نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی از امروز یکشنبه حداکثر در مدت 3 روز و انجام سایر برنامه‌های انتخابات مذکور اقدام کرده و وصول این بخشنامه را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند. با این حال ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره 1 اعلام کرده که ثبت نام از داوطلبان انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری از روز پنجشنبه 10 خرداد ماه جاری آغاز می شود. اخبار رسیده به نور نیوز حاکی است که در آستانه شروع ثبت نام، کاندیداهای حضور در 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رایزنی چهره ها در اردوگاه‌های سیاسی مختلف برای اخذ حمایت همفکرانشان در حال افزایش است. در اردوگاه اصلاح طلبان تا کنون حضور محمد رضا عارف، مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی و محمد شریعت مداری قطعی شده است. اگرچه این افراد از نظر منشی سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان هستند، لیکن بر اساس اطلاعات موثق هنوز نتوانستند حمایت احزاب یا رهبران اصلاح طلب را جلب کنند. اخبار رسیده از اردوگاه اصولگرایان نیز از حضور قطعی سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف و سعید محمد حکایت دارد. گفته می شود تحت شرایطی احتمال حضور محسن رضایی نیز در انتخابات پیش رو وجود دارد. تیف بندی های حاضر در جریان اصولگرایی دارای شرایطی است که می توان گفت که ابعاد رقابت داخلی در این جناح حتی از جدال نهایی انتخابات نیز جدی تر است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای یک سفر رسمی 3 روزه در دیداری منحصر به فرد در بیش از 2 دهه گذشته وارد آلمان شد و از او در مراسمی با تشریفات نظامی استقبال شد. هدف از این سفر برجسته کردن اتحاد دو قدرت بزرگ اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی این اتحادیه در ماه آینده است. آقای مکرون و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان پیشتر در مورد موضوعات مختلف اختلاف نظر داشتند. در زمینه اقتصاد، پاریس خواهان حمایت بیشتر از صنایع اروپایی است، ولی برلین این را یک سیاست درونگرا در مقابله با رقبای خارج از اتحادیه اروپا می‌داند. در زمینه دفاع، آقای مکرون موضع فعال و تهاجمی سری در قبال روسیه دارد و احتمال اعزام نیروهای ناتو به اوکراین اتخاذ کرده است. سفر آقای مکرون به برلین پایتخت و سپس به درستین در شرق و مونستر در غرب، اولین سفر رسمی ریاست جمهوری فرانسه به آلمان در 24 سال گذشته است. این دو رهبر قرار است در مورد بهبود روابط گفتگو کنند. در زمانی که اتحادیه اروپا با چالش‌های اساسی روبرو است، از جنگ اوکراین گرفته تا انتخاب احتمالی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، روابط میان آلمان و فرانسه تعیین کننده و هدایت کننده سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپا است. رئیس جمهور فرانسه در اولین روز سفر خود به آلمان روز یکشنبه 26 می با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در برلین دیدار کرد.